به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوار هستم که جانتان جور و سهدمند باشید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه دیگه میخوانیم درست است؟ مضمون ریاضی صنف هفته خب شاگرده عزیز و گرامی ریاضی صنف هفتم ما و شما میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل سوم و چی است اعداد تا مخاندیم. درست است درس چندم میشه درس چهارم میشه امروز ما و شما درس چهارم رو با هم دیگه میخانیم. درست است اما قبل که بریم درس شروع کنیم اول از همه گفتیم که کارخانگی رو باید به با ما روان کنه درست است کارخانگی رو چه رقم روان میکدین از طریق واتساپ نمبرش چند بود نمبرش 20964 780 255, درست است و اگر کدام سوالی دارید کدام مشکل در حل کارخانگی یا کدام پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است خب شاگرد عزیز ما و شما در درس امروز چه اهدافی را دنبال میکنیم چه عناوینی را با هم دیگه میخوانیم دو عنوان ما و شما باید بخوانیم اول چرا میخوانیم اول ضرب اعداد تام مختلف علامت با هم دیگه میخوانیم و بعد از او چرا میخوانیم ضرب اعداد تام هم علامت با هم دیگه میخوانیم اگر یادتان باشد ما و شما در درس های گذشته چرا خواندیم جمع و تفریق خواندیم نه جمع اعداد مختلف العلامه جمع اعداد هم علامه و تفریق اعداد تام با هم دیگه خواندیم پس بریم سر تخته که ما یک یاداوری از درس های گذشته کنم و بعد از او ضرب بگیم که به چه شکل حاصلش دریافت میشه درست است؟ پس بریم سر تخته خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما درس امروز ما و شما چی است ضرب اعداد تام مختلف العلامه عنوان اول ما و شما سیست پس ضرب اعداد تام ضرب اعداد تام خب ما قبل که درس شروع کنم یک مثال از درس های گذشته به شما میزنم که درس های گذشته یادتون بیاید درس های گذشته ما و شما چی بود؟ جمع و تفریق اعداد تام درست است؟ به عنوان مثال منفی دو جمع منفی سه جواب از چند میشه؟ ایریادتان است؟ چی است؟ جمع دو عدد هم علامت است درست است؟ گفتیم چی بود؟ یک نکته براتون گفته بودم یادتان است؟ گفتیم که چی؟ اگر دو عدد ما و شما هم علامت باشد باید چی کنیم؟ گفتیم علامه ها در نظر نمیگیریم اعداد با همدیگر جمع میکنیم دو و سه چند میشه؟ پنج میشه آفرین و جواب میشه چند؟ پنج و در آخر چی میکردیم؟ علامه عدد بزرگتر باید بانیم ولی خب کدام بزرگتر است گفتیم وقتی تو چک میکنی که کدام عدد بزرگتر است اعداد رو باید بدون علامه در نظر بگیری بین دو و سه کدام کلانتر است سه کلانتر است پس علامه از زیر میمونی علامه شیست؟ منفی سعیست پس جواب ما و شما چند میشه منفی پنج میشه مثال بعدی منفی عفته جمع مثبت سه سیست خب آلی بگین یه دو عدد هم علامه است میگیم نه خیر هم علامه نیست خب چی میکنیم وقتی هم علامه نبود گفتیم چیکار کنید باید از همدیگه کم کنید افت و سر کم کنید جواب چند میشه چهار آفرین پس جواب ما شما چهار است اما علامه چه رقم است علامه گفتیم باز دوباره علامه رو در نظر نمیگیری کدام عدد کلانتر است افت کلانتر است سیست پس علامه افت چی است منفی پس جواب ما و شما میشه منفی چهار صحیح یا دیگه نه درس های چی بود درس های گذشته بود خب پس من یک بار دیگه قانونا رو برات میگم که یادت باشه گفتیم اگر در جمع اعداد تام صحیح اگر دو عدد ما و شما هم علامه باشه یک تیع... چی میکنیم ار دو عدد با هم دیگه جمع میکنیم و یک تا از علامه ها یا بگیم که گفتیم بهتر است بگیم علامه عدد بزرگتر میگذاریم درست است پس یک بار دیگه گوش کن اگر دو عدد هم علامه بود چی میکردیم دو عدد با هم جمع میکردیم و علامت عدد بزرگتر میگذاریم در چی بود؟ در حالت دوم اگر دو عدد ما شما هم علامت نبود یا مختلف علامه بود چی میکردیم؟ عددها را از هم کم میکردیم و باز علامت عدد بزرگتر را میمانیم در هر دو حالت علامت عدد بزرگتر یادتان باشد وقتی که ما میخوایم چک کنیم کدام عدد بزرگتر است گفتیم علامه را در نظر نمیگیریم بین افت و سه کدام کلانتر است؟ افت کلانتر است پس علامه چی هست؟ منفی و جا ما و شما میشه منفی چار درست است؟ پس ای چی بود؟ ای از جمع اعداد تام چی مختلف علامه الالام... چی مختلف علامه باشه چی هم علامه باشه صحیح است؟ اما تفریق چه رقم بود؟ تفریق اگر یادتون تون گفتیم تفریق باید به جمع تبدیل کنید درست است؟ مثال کار کردن درس گذشته دیگه اما درس امروز ما و شما چی هست؟ ضرب اعداد تام خب ضرب اعداد تام هم میتونه مختلف العلامه باشه هم هم علامت سیست پس ما اول مختلف العلامه رو میگیم و بعد هم علامت رو میگیم خب من تختر پاک میکنم اول با شک برد تشریح میکنم بعد فرمول کلی رو برد میگم که به شکل میباشد خب شاگرده از این دقت کنید ما اگر داشته باشیم به با عنوان مثال دوی جمع دوی جمع دو جواب چند میشه؟ دوی جمع دوی جمع دو جواب میشه شش سه است خب اما رو ما شما میتونیم به شکل ضرب نوشته کنیم درست است به این صورت دقت کنید چند تا عدد دو داریم تعدادش چند تا میشه یک دو سه پس تعدادش سه ضرب در یک تایش یک تایش چی است دو سه ضرب در دو جواب چند میشه شش میشه سه است؟ پس جواب ما شما چند است شش پس بگیم دو جمع دو جمع دو, جمع دو. یا بگیم تعدادش ضرب در یک تایش جواب چی میشه سه ضرب در دو شش میشه اوکی چرا رقم خب شاگرده عزیز دقت کن آلی ما ایره ده محور میتونه به شک نشان بتون یک باشد دو سه چهار پنج شش هفت سه خب شاگرده عزیز دو جمع دو جمع دو در محور گفتیم از چند شروع میکنیم همیشه از صفر شروع میکنیم دو مثبت است نه پس به سمت مثبت دو خانه باید بریم صحیح پس این دو خانه باز از انتهای از این دو خانه دیگه بریم ده چند ده چهار میرسیم صحیح است ده دو خانه دیگه بریم ده چند میرسیم ده شش میرسیم پس دو مثبت دو است دیگه مثبت دو و مثبت دو صحیح پس دو جمع, دو جمع دو جمع دو چند میشه شش میشه سعی فامید دیگه نه پس میتونیم به جای اینکه نوشته کنیم دو جمع دو جمع دو میتونیم نوشته کنیم تعداد از این سه تا است ضرب در یک تاش جواب چند میشه شش میشه خب حالا از این استفاده میکنم در عدد منفی با عنوان مثال ما و شما به شک داشته باشیم سه ضرب در منفی دو اگر باشد چی میشه جواب ما و شما سه ضرب در منفی دو خب اینو به جمع ما و شما میتونیم تبدیل کنیم درست است پس اینو میتون دقیقاً مثل این مثال بالا کار کردیم سه تا منفی دو یعنی سه چی بود سه تا مثبت دو سه تا مثبت دو رو با هم دیگه جمع کردیم و جواب شد 6 حالا چی سه تا منفی دو رو باید با هم جمع کنیم خب من محور میکشم کشم شاگردای عزیز دقت کن صفر منفی یک منفی دو منفی سه منفی 4 منفی 5 منفی شش منفی هفت خب محور کشیدیم حالا چی گفته سه ضرب در منفی دو این به جمع میتونیم تبدیل کنیم سه است پس چی میشه میشه منفی دو جمع منفی دو جمع منفی دو سه است پس ما هم قانون که گفتیم اگر چند عدد دقیقا عین هم باشد بینشون با جمع باشد میگیم تعدادش ضرب در یک تاش. عالی تعداد از چند تاست؟ سه تا ضرب در یک تاش دقیقا نمی میشه سه است پس این ضرب ما میتونیم به جمع تبدیل کنیم خب حالی با توجه به محور میتونم دریافت کنم صحیح است خب چی میشه با توجه به محور ما دریافت کنم منفی دو از صفر شروع میکنیم صحیح است از صفر شروع میکنیم منفی دو این میشه منفی دو باز دوباره منفی دو و باز دوباره منفی دو خب دقیقا روی چه نقطه ای رسیدیم؟ در نقطه منفی شش رسیدیم سه است پس جواب ما شما چند میشه؟ میشه منفی شش پس به این شکل ما شما میتونیم چی؟ اینی را دقت کن اینجا رو سعی کو عدد ما و شما 3 چی است مثبت است من دو, ای دو ای چی است منفی است پس اعداد مختلف را ضرب کنیم صحیح است 3 2 6 علامتش میشه علامتش منفی میشه با توجه به این محوری که کشیدیم سعید فهمید چرا رقم شد دیگه نه پس اگر ما دو عدد داشته باشیم مختلف العلما و زرب به شکل ضرب باشد بینشان خود دقیقا مثل اعداد طبیعی ضرب میکنیم 3 2 6 میشه جوابش سعید اما علامش چی میشه علامش منفی میشه فهمید چرا رقم شد چون نه چه رقم ثبوت کردیم میگم چرا رقم منفی میشه اینو به شکل چی نوشته کردیم به شکل جمع نوشته کردیم و با محور اگر جمع انجام بدیم جواب چند میشه منفی 6 میشه سعید خب پس اینو به عنوان یک نکته میگیم اگر دو عدد چی داشته باشیم تام مختلف العلامه یعنی اولی مثبت دومی منفی یا برعکس فرق نمی کنه اولی منفی باشد دومی مثبت باشد صحیح مختلف العلامه یک تاش مثبت یک تاش منفی باشد ضرب کنیم ضربش آسان است دقیقا مثل اعداد طبیعی ضرب میکنیم دو عدد ضرب میکنیم ولی علامه چی میشه منفی میشه در هر دو حالت منفی میشه صحیح به عنوان مثال دقت کن ما شما این کار کرده میتونیم مالی ما در اینجا نوشتم میکنم مثال دیگره منفی پنج زب در چهار خود چهار علامت نداره علامه شی علامت علامه نداره مثبت است یک تاش منفی یک تاش مثبت جواب چی میشه پنج چهار ضرب میکنیم پنج چهار بیست سه آفرین اما علامه شی میشه علامه منفی میشه پس اگر اعداد ما و شما مختلف علامه باشه یکی منفی یکی مثبت یا یکی مثبت یکی منفی فرق نمیکنه دقیقا چی میکنه ما و شما دقیقا مثل اعداد طبیعی ضرب میکنیم و علامه چی میمانیم منفی میمانیم درست است پس ضرب اعداد تام مختلف, مختلف علامه چی میشه دقیقاً عین اعداد طبیعی ضرب میکنه و جواب باید چی بانیم علامه شه منفی بانیم سیس پسیر ما و شما میتونه به شکل یک تا چارت میکشم بعد ما در آخر میکشم یک تا چارت برد میکشم که من مثبت ضرب در منفی جوابش چی میشه منفی میشه علامشی. سیست. و منفی ضرب در مثبت باز هم علامه میشه منفی میشه دقت کن پس اگر اعداد ما و شما مختلف العلامه باشه یعنی با هم دیگه علامش مساوی نباشه یک تاش مثبت یک تاش منفی فرق نمیکنه که اول مثبت باشه دوم منفی یا اول مثبت باشه یا اول منفی باشه دوم مثبت سیست. فرق نمیکنه در هر صورت باشه ضرب میکنیم و علامه آخره چی میمانیم؟ منفی میمانیم درست است؟ پس ضرب اعداد تام مختلف علامه را در روی محور نشان دادیم در روی تخته. است نشان دادیم و فهمیدیم که بسیار هم آسان است پس چی بود نکته شی که ما و شما اعداد را در هم ضرب میکنیم و علامه چی میمانیم؟ علامه منفی میمانیم درست است؟ خب پس این چی میکنم؟ من تیک مارک میکنم. پس از عنوان اول ما و شما کار کردیم. اما عنوان دوم چی است ضرب اعداد تام هم علامت پس من میرم سر تخته تخته رو پاک میکنم و باز ببینیم که اگر دو عدد ما و شما هم علامت باشد باشه چه رقم میشه جوابش چه رقم دریافت باید بکنیم صحیح خب شاگردای عزیز و گرامی آلی ما و شما گفتیم که اگر اعداد ما و شما چی باشد هم علامت باشد درست است به عنوان مثال منفی پنج ضرب در منفی چهار جواب چی میشه گفتیم نکتر باید باید گفتم یاد دست دیگه نه گفتیم چی اگر اعداد ما و شما مختلف العلامه باشه دقیقا چی میکنیم ضرب میکنیم دقیقا عین چی این اعداد طبیعی اگر چی باشه مثبت چار باشه جواب چی میشه پنج چهار بیست جواب منفی میمانیم اما اگر اردو عدد ما و شما هم علامت باشن یا اردوش منفی باشد یا اردوش مثبت باشد دقیقا چی میکنید تو ضرب میکنی و علامت چی میمانی؟ مثبت میمانی فکرت باشه این نکته بسیار نکته مهمی است پس اگر اعداد ما و شما مختلف العلامه باشه ضرب میکنه و علامر منفی میمانیم صحیح و اگر ما و شما چی کنیم هم علامه باشن اردوش منفی و اردوش مثبت باشد ما و شما چی میکنیم ضرب میکنیم و علامه را مثبت میمانیم درست است پس همین نکته رو باید در ذهن خود داشته باشید پس جواب ما و شما چند میشه در اینجا 5 چار، 20 و جواب چی میشه منفی در منفی میتونیم بگیم مثبت یا بگیم هم علامه هستند و جواب چی میشه مثبت میشه درست است پس ما دقت کن شاگرد عزیز این جدول ما و شما چی میکنیم یعنی چارت تا باید ذهن خود داشته باشیم چهار تا ضرب برش میگیم ضرب اعداد تام خب اگر ما و شما منفی داشته باشیم دقت کن عدد منفی در مثبت ضرب شوه صحیح یا بگیم مثبت اول مثبت در مثبت ضرب شوه جواب ما و شما چی میشه مثبت میشه صحیح مثبت در مثبت ضرب در مثبت جواب چی میشه مثبت میشه چون هم علامه هستن صحیح اگر مثبت در منفی ضرب شوه مثبت ضرب در منفی جواب چی میشه جواب میشه منفی چون گفته مختلف العلامه هستند صحیح و اگر باز منفی یعنی چی است منفی است منفی ضرب در مثبت شوه باز دوباره چی میشه منفی میشه صحیح چون مختلف العلامه هستند اگر منفی ضرب در منفی شوه جواب چی میشه مثبت میشه چون هم علامتند. پس میتونیم همین چهار تا باید ذهن خود داشته باشی این چهار تا اگه در خود داشته باشی میتونی ضرب اعداد تام بسیار آسان دریافت کنی صحیح خب ما از امی چند مثال کار میکنم به عنوان مثال منفی سه ضرب در منفی 7 صحیح جواب چی میشه خب اول چی میکنم سه 7 چند میشه ضرب کو 3 7 یک 7 2 7 14 3 7 21 پس 21 خب میشه منفی در منفی بیشک منفی در منفی جواب چی میشه؟ مثبت میشه پس مثبت 21 یا میتونیم بگیم هم علامه پس چی میشه؟ مثبت میشه دقت کنید چاگردای عزیز دقت کنید نکته بسیار مهم است ضرب اعداد تام با جمع اعداد تام علامش از پیشت گرد نشه آه. سهیست؟ در جمع چی رقم بود؟ گفتیم اگر هم علامه باشند با هم دیگه جمع میکنیم و علامت عدد بزرگتر میمانیم درست است اگر هم علامت نبودند از هم کم میکنیم و باز هم علامت عدد بزرگتر میمانیم اما در ضرب اعداد تم ضرب میکنه سیست و باید از این چارت کمک بگیری از این جدول سیست و چی میشه مثبت در مثبت میشه مثبت مثبت در منفی میشه منفی منفی در مثبت جواب مثبت منفی سیست و منفی در منفی جواب چی میشه مثبت میشه پس فکر کن ماشه اینا از پشتون گد نشه است؟ خب یک تا دیگه منفی 5 ضرب در مثبت 6 جواب چی میشه؟ خب اول چی می کنیم؟ 5 5 ضرب در 6 5 8 چند بشه؟ 5 8 ببین خودتون آفرین 30 میشه. 5 8 30. آلی منفی در مثبت منفی ضرب در مثبت جواب چی میشه؟ منفی میشه. آفرین. چون هم علامه‌ها نیستن یا بگیم مختلف علامت هستن. صحیح است؟ پس منفی در مثبت جواب چی میشه؟ منفی میشه. خب اینو یک یک تا مثال دیگه کار کنیم. 3 زبدر مثبت 7 صحیست؟ خب با این عوض کنم که با مثال دیگه یکی نشو زبدر مثبت 5 با این یه مثال صحیست؟ خب این 3 علامه ندار علامه چند است؟ علامه مثبت مصبت است که خب فهمیدین گفتیم دیگه علامه اگر نداشته باشه علامه این صد فیصد مصبت است خب ضرب کن علامه این چه است؟ علامه هم مثبت است 3 5 15 صحیست؟ پس جواب ما شما میشه 15 و علامه میشه مثبت در مثبت یا میگیم هم علامه و جواب چی میشه مثبت میشه یا مثبت در مثبت مثبت میشه مثبت در مثبت مثبت میشه صحیح است پس اگر این چارت این جدول در ذهن خود داشته باشی ضرب اعداد تام بسیار آسان میتونی دریافت کنی چی هم علامه باشه چی مختلف العلامه درست است پس به خاطر ضرب اعداد تام این جدول باید ما شما 100 درصد یاد داشته باشید و شاگردای از دقت کنید در درس بعد که انشالله ما و شما میخوانیم در تقسیم اعداد تام از این جدول دریافت میشه استفاده میشه پس این جدول بسیار جدول مهم است که باید در خود داشته باشید سیس پس یک بار دیگه من یادآوری میکنم درس ما و شما امروز چی بود ضرب اعداد تام چه مختلف علامت، چه هم علامت گفتیم این جدول اگر یاد داشته باشی دیگه آسان است دیگه به طور معمول ضرب میکنی با عنوان مثال پنج چار چند نشه؟ بیست نشه منفی در منفی جواب میشه چند؟ مثبت سیست یا این مثال سه هفت بیست و یک. منفی در منفی جواب چند نشه؟ مثبت 21 و یک پنج شش سی منفی در مثبت جواب چی میشه؟ منفی میشه سه پنج پانزده مثبت در مثبت مثبت میشه یک تا مثال دیگه هم کار کنیم مثبت دو ضرب در منفی 8 خب جواب چند بشه 2 8 16 خب مثبت در منفی مثبت در منفی جواب چی میشه منفی میشه پس میشه منفی 16 صحیح است و مثال آخرم کار کنیم شاگرد زیر شما ببین منفی 5 منفی 5 چند نشه جواب پنج سه پانزه غلط است ها فکرشتان باشد این جمع است ضرب نیست دقت کنی یا علامت چی است ضرب است اما یه علامت چی است جمع است جمع چی رقم بود گفتیم اگر در جمع اعداد تام هم علامه باشد منفی منفی هم علامه است پس باید با هم چی کنیم جمع کنیم جواب چند میشه سه و پنج اگر جمع کنیم اشت میشه سه است و علامت عدد بزرگتر بین کدام بزرگتر است گفتیم الان وقتی میگیم بزرگتر منفیار در هار در نظر نمیگیره بین سه و پنج کدام کلانتر است پنج کلانتر است علامه شست منفی و جواب میشه منفی هشت. پس فکرتون باشد اگر پنج و سه بین با جمع باشد منفی پنج با منفی سه جمع باشد تو جمع میکنی چون هم علامه هستند و علامت عدد بزرگتر مهمانی ولی اگر امی دو بینش با ضرب باشد دقت کنید منفی پنج ضرب در منفی سه به ای شکل باشد ضرب باشد خب ضرب میکنی پنج سه پانزده سهیست و علامه شی میشه منفی در منفی مثبت میشه پس فکرتان باشد که ضرب با جمع از پشتان غلط نشود درست است؟ فهمیدی پس چرا خم شد دیگه نه؟ ضرب اعداد تام هم علامتا برایتان گفتیم که به چه شکل است بسیار هم آسان بود فقط امو جدول امو چارت که برات کشیدم امو را اگر از خود داشته باشه چه رقم میشه بسیار آسان میشه و جواب را کار کرده میتونی درست است خب شاگرد عزیز و گرامی کارخانگی تمرین های صفحه 84 و 86 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم دیگه خودتان یاد دارید دیگه نه 20964 780, 255 چهل سیزده درست است خب شاگرد عزیز درس 4 ما و شما از فصل سوم خلاص میشه شاگرد عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می